سلام. سلام، صبح خیر، داری قشنگم، خوبی؟ سلام عزیزم، سلام، چی شده؟ گفتم که امروز ما با شما دو تا کلاس داریم. بله، همین زنگ، هم زنگ بعدی. قشنگم کتاب هدیهتون رو بیارین، کتاب هدیهتون رو بیارین. ممنون، شما خوبین؟ کتاب های هدیهتون و قرآنتون هم کنارتون باشه. خب تا من سلام عزیزم. بله، خوبه یا نه؟ سلام، خوبه. خب آوردین کتاباتونو؟ الان هدیه رو بیارین، هدیه رو آوردم خودم اینجا. الان هدیه رو بیارین که با هم کار کنیم. دوره میخوایم کنیم دیگه. هدیه رو تا درس 6 خوندین، درسته؟ اشکال نداره. نه اشکالی نداره. خب تا درس 6 خوندین هدیه ها رو، درسته؟ درا خب بله. خب سریع حضور قیام کنم، فقط اونایی که میخونم حاضر رو بگن. آرشیدا یا بنویسن یا بگن. آریسا، بله. آوا، آیلین، باران، دو تا باران، باران حسن، باران بهرامیان، چی؟ ترنم، سریا، بله. حسن، دینا، اشکالی نداره. مراد جان، جان دو تا کلاس هست دیگه دخترا، دو تا کلاس هستش. خب روزا بودی؟ رها هستی؟ مرالم که هست؟ بله. خب کتاباتون حاضره دیگه. جینا، مایسا، مشکات هستی؟ بله. خیلی خوب دارم میخونم دیگه، اینجا کامنت بذاری. نیایش هم که هست، خب باران هم که هستش اینجا، سارینا هم حاضر گفت، بله. رها، سارا، آوین، اونایی که دیدم و دیگه حاضر زدم دیگه، نخوندم. اونایی که دیدم حاضر زدم. جان اسم من بعد ساینا جان گفتی، شما منم زدم، دیدم زدم. خب درس اول هدیه هاتون، درس اول هدیه هاتون، اونایی که دیدم و زدم دیگه، کامنت گذاشتین دیدم، صحبت کردینم دیدم. سلام آرشیدا جان، سلام. کتاب هدیه هاتون درس اولتون موضوعش چی بود؟ موضوع درسمون چی بود؟ موضوع درسمون چی بود؟ دانه که نمیخواست بروید. خب یه نفر میتونه به من بگه در مورد چی بود این درس؟ یه نفر میتونه به من بگه متن کتاب در مورد چی بود؟ دانه کوچکی بود که من میتونم بگم.
یه دنده کوچیکی که دیدید نمیخواد باشه، فکر میکرد اگر میاد بیرون مثلا یه خورشید گرمش نکنه یا آب کافی نداشته باشه، آب و هوا نداشته باشه. این درخت هدویی که اونجا بود شاخش شما بود، بهش گفت بیا بیرون، همشی برای رشدت آمده. چند روز دیگه دانه اومد بیرون. حتید اینجا چقدر قشنگ، یه پروانه کوچولو اومد به حس آرام کرد، گفت بیا اینجا خورشید گرم میکنه، چشمه به تو آب میده، خاک به تو غذا میده. خیلی خوب، خیلی خوب، مرسی. خب بچه همه گوش کنید دیگه، دوستتون داره توضیح میده، دوره است براتون دیگه. خب حالا توی ترمینای کتاب ایستگاه فکر گفته که چه نیازهایی قرار داده برای این حیوان، اینا رو جواب دادین دیگه، درسته؟ قبلا توی کتابتون نوشتین. کسی هستش که ننوشته باشه؟ بله. خیلی خوب. بعد دیگه تو بررسی کنیداش گفته که کدوم نیازهای ما رو برطرف میکنه، هر کدوم سه تصویر کشیده، بله گفته کدومی که از نیازهای ما رو برطرف میکنه، اینا رو هم نوشتین دیگه. گفته که اگه همه دندانای ما یه شکلی بودن چه اتفاقی میافتاد؟ حالا ما همه دندانامون یه شکلی نیستن، هستن دندونه جلومون با دندونه عقب‌ترمون شبیه همه، عین همه. خیلی فرق میکنه. مانو ببخشید، ریحا قرآن میخوان ازش سوال بدن جان؟ تو امتحان آخر ترم اولمون که هفته بعده میخوان از قرآن هم سوال بدن. قرآن رو بهتون میگم، امتحان ها رو بهتون میگم، الان فعلا به درس توجه کنین دخترها، بعدا راجع به امتحان ها میگم بهتون. خب تدبر کنید چی گفته صفحه 13. گفته بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط به کل شیء علما، و هر چیزی توانست خداوند و علم او به همه چی احاطه داره. خب بعد گفته که میونه این آیه که گفته با موضوع درسمون چه ارتباطی داره، چه ارتباطی دارن بین هم دیگه؟ گفته خداوند بر همه چیز توانا هستش، مثل همین دندونی که گفتیم، قطعا یه موضوعی هستش که دندون جلویمون با عقبمون فرق میکنه دیگه، درسته؟ یعنی خدا اینجوری قرار داده شب و حیوانات و همه چیز و تک هر تو هر چیزی ما فکر بکنیم، به قولی حکمتی داره که خداوند اینجوری آفریده، درسته؟ بله. خب از درس اول مشکلی نیست؟ بله دور است، این مشکلی نیست اینجا این درسمون، درس اول. خیلی خوب، درس دوم در مورد چه چیزی بودی، چه کسی هست درس دوممون؟ درس دوم هدیا چیه، در مورد چیه؟ کودکی در مورد خب چه کسی؟ حضرت موسی. آفرین. در مورد حضرت موسی علیه السلام که چه اتفاقی افتاد؟ مادر حضرت موسی چیکار کرد؟ آفرین، چیکار کرد؟ چرا این کارو کرد؟ یه نفر بگه به من. بگو عزیزم، بگو. بگو نیکا، بگو، شما میخوای بگی بگو. بگو دیگه نیکا، بگی نیکا. حیوانات حضرت موسی بود که زمان فرعون، زمان فرعون بود، فرعون دستو داره بود همه پسران نابود کنن. مادر حضرت موسی امید به خدا سپرد، حضرت موسی رو در سرک گذاشت و در یعنی گذاشت و رفت و به بعد خواهر حضرت موسی گفت که دنبال حضرت موسی رو. خب و اون سبت رفت در کار فرمون بایستاد و آسیه اون رو به فرزندی قرار باشه و خرب کرد، اونا به فرزند قبلش کردن و حضرت موسی شیر نمیخورد و
نیاز به دایه داشت. دایه پدرم و دایم هم مادرش شد. آفرین، ممنون نیکا، متشکرم که گفتی دوستات هم شنیدن. خب بگرد و پیدا کن و گفته یه قسمت الف گفته و از قسمت ب که هر کدومشون در واقع گفته با کدوم مطلب ارتباط داره. اینا رو فکر کنم کشیدین دیگه، حتاش درسته، ارتباطش رو پیدا کردیم دیگه. بله بله خیلی خب دختر قشنگ، همه میکروفوناتون رو ببندین که من دونه دونه صدا کنم بگین، اینجوری دوستاتون متوجه نمیشن. خب همگی میکروفونا بسته، هیچ کس میکروفونش رو باز نکنه، فقط کامنت بذارین. مرسی ازتون، صداتون میکنم اگر خواستین صحبت کنی اجازه بگیری. خب ممنون. خب سلام عزیزم، خب به درس توجه کن، داریم هدیه ها رو دوره میکنیم. خب در مورد صفحه بعدی چند تا تصویر آورده، گفته که کدوم یکی از این تصویرها به کدوم آیه مربوطه، در واقع به ترتیب خواسته شما شماره بذارید. به ترتیب گفته شماره شو بذارید. خب سه تا آیه داده با سه تا تصویر. بپرس عزیزم سوالتون. یه یشتر خانم میگم این زنگی که ما به جای این تصویر با زنگی بعد مهارت آفلاین آنلاین. نه آنلاین دیگه مثل همیشه. نه آنلاین زنگی بعد هم بله اینجا هستیم. خب خب اینا رو شماره هاشو نوشتین، یه نفر به من بگه. کی میتونه بگه؟ شینا به من بگه، شینا به من بگه. بله میدونم حل کردی، میخوام دوره کنیم. شینا به من بگه. شینا نوشتی که به من بگی؟ بله بگو عزیزم. بله خوب آره جینا جان یه خورده بلندتر صحبت کن دوستات بشنون. مرسی. خب آره بگو یه خورده بلندتر بگو فقط. آفرین عزیزم، مرسی. خب کنار رو حل کردیم، میدونم حل کردیم. خب اینم از درس دو در مورد داستان حضرت موسی بود که حالا اسمش کودکی بر آب بود ولی موضوعش در مورد حضرت موسی بود. خب درس بعدی، از این درس سوالی نیست؟ مشکلی نداری؟ دخترا؟ عزیزم سوالی نداری؟ خیلی خب درس سه در مورد ما به مسجد میرویم، درسته؟ خب بله جانم همین ما داستان حضرت موسا رو بازن کنه وقتی که بزرگ میشه. آره با فرعون مبارزه نمی کنه. دوستایی داستانشو بخونی؟ خب دوستایی داستانشو بخونی؟ برای کتابشو بگی بخون اگر دوست داری، خوشت اومده. خب ما به مسجد می رویم درس سوم. در مورد موضوع چی بود؟ آوا میتونی بگی؟ آوا جان شما بگو عزیزم. موضوع درسمون چیه؟ موضوع درسمون بگه ما به مسجد بگیم. یعنی کار چی رو باید بگه که مزاره چه فایده هایی برمون داره. خب که چه فایده هایی داره؟
مهربا شما میتونی بگی؟ ممنون آقا جانم. مهربا شما دیگه غیر از چیزی که آقا گفت میتونی بگی؟ درست گفته آقا؟ در مورد درس سه غیر از چیزایی که آقا گفت دیگه چیز دیگه ای هست که بخوای بگی شما؟ مثلا در مورد مسجد هست در مثلا خودی که توی سمستین بود اولی مسجد آفرین من نام مسجد های مهم بله نام مسجد های مهم مثل مثلا مسجد کوفه گفته اینجا اسمش رو آورده مسجد الاقصی بله اسم مسجد ها رو اینجا آورده گفته که در مسجد قبا که هنوزم هستش اینا رو خوبه بلد باشین یادش بگیری خب توی کادرم نوشته خب دیگه ممنونم مهربا مرسی عزیزم متشکرم خب صفحه جان چی شده متوجه نشدم یه بار دیگه بگو بله ادامش هم تمرین کنید هم مثلا در مورد نماز خوندن که وضو بگیرید بر نماز خوندن جای مناسب انتخاب کنید زیرانداز مناسب هفتا مورد گفته اینجا که گفته اگر دوست داشتین تمرین کنید نماز خوندن رو حالا تفاوت نماز فرادا و نماز جماعت رو توی صفحه 24 گفته شما قطعا نوشتید جاهایی که باید می نوشتید و نوشتید خانم ببخشید من استادم بیرون نه حواست دیگه به درس باشه خب تفاوت نماز فرادا و نماز جماعت توی نماز فرادا اول چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم که در واقع توی نماز جماعت؟ خب تو جماعت هم بسید بگیریم خب اول دور یه هم دو میکنیم بعد توحید آفرین بعد رکوع و بعد سجده و بعد تشهد و سلام تفاوت مهمش ممنون یاسم عزیزم یاسم اینجا متشکرم که گفتی خب دختر قشنگم تفاوت مهمش چیه توی نماز جماعت که امام جماعتمون بله حمد و سوره رو میخونه تو رکعت اول و دوم ما چیکار میکنی؟ گوش میکنی؟ درسته؟ ما گوش میکنی توی نماز جماعت وقتی که امام جماعت سوره هم و سوره توحید رو میخونه ما چیکار میکنیم؟ گوش میکنیم ولی توی نماز فرادا خودمون سوره هم و سوره توحید رو تو رکعت اول دوم میخونیم این نکته مهمشه گفتم یادآوری کنم که اگرم خواستیم بنویسیم خب اینم از این تدبر کنیم صفحه 25 چی گفته؟ زیبا و پاکیزه به مسجد برمیم تأکید کرده خب تأکید کرده و تصویرم داده تو بررسی کنید گفته که چه اشتباهایی تو این تصویر ها میبینید چی نوشتی شما برای تصویر ها چه اشتباهاتی دیدین؟ خانم جان توی تصویر اول خب
تصویر دوم از یکی زودتر داره بله، آماده شده. تو تصویر دوم که خیلی مشخصه یه نفر اونجا سجده کرده زودتر انگار، یا حالا دیرتر، حالا میدونن تشهد میگن سجده کرده عقب مونده، و هر حال هماهنگ نیست با جماعت، هماهنگ نیست با جماعت، درسته؟ خب خیلی خوب. سوالی ندارین از این درس؟ مشکلی نیست؟ مشکلی نیست؟ خیلی خوب. درس چهارم، یک نماز و ده رکوع، موضوعش چیه؟ موضوع درسش چیه؟ روزا میتونی بگی؟ بگو نیایش. بله بارانم اینجا گفت. خب میخواستی بگی نیایش؟ گفتم نماز آیات. بله که چجوریه؟ فرق میکنه دیگه، دو رکعته، ولی چجوری داره؟ چه اتفاقی میفته؟ چند تا رکوع داره؟ ده تا رکوع داره. بله بله که میتونیم سوره توحید به پنج قسمت تقسیم کنیم، بعد از سوره هم این تقسیمات رو انجام بدیم، تو پنج تا رکوع تقسیم بکنیم. که چقدر هم تعجب کرده، گفته مادر بزرگم چه اینجوری در نماز میخونه. خب که چه اتفاقاتی میفته که واجب میشه ما این نماز رو بخونیم؟ چه اتفاقاتی میفته؟ روزا بگه. گفتم میکروفوناتون رو همه خاموش کنی، صداتون میکنم قشنگا عزیزم، صداتون میکنم دونه دونه. الان روزا بگه دیگه، بقیه میکروفونشون رو خاموش کنم. مرسی. یا اینجا کامنت بذاری یا نه. خب بگو عزیزم. نه بگو که چه موقع هایی، اینو گفتی عزیزم، میتونی بگی چه موقع هایی واجب میشه؟ چه موقع هایی نمیدونی؟ موقع بله مثلا میخوایم ببینیم که مثلا داریم رد میشیم، میبینیم که یه خونه حالا آتیش گرفته، میریم نماز آیات میخونیم؟ نه. آره نه نه. خب نه دیگه، بلایای حالا طبیعی و خیلی وحشتناک و ترسناک، مثلا زلزله و ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی، یا وزیدن بادهای خیلی وحشتناک و رعد و برق‌های خیلی ترسناک که دیگه اکثر مردم یا همه مردم بترسن. جان صدات خیلی بده، یه بار دیگه بگو سوال تو، یه بار دیگه بگو. خورشید گرفتگی چطوری به وجود میاد؟ سایه میفته رو خورشید، خب الان کلاسمون تبدیل میشه به کلاس علوم و همه چی دیگه. خب اگر دوست داشتی میتونم اینو بعداً بهتون توضیح بدم. الان بزن درسمون رو پیش ببریم، اگه در مورد حالا که چجوری به وجود میاد بعداً هم میتونیم صحبت کنیم. خب الان بریم سراغ صفحه بعدی. گفته کدوم یکی از ندا درست میگه؟ در مورد اینکه تعریف صحیح نماز آیات از بالا چندمی؟ بسطی خانم. چهار تا دیگه. آها بالا سومی، درسته؟ نه اونجا رو صفحه بعدیشیم. الان صفحه بعدیش علامت که زدیم دیگه، اینجا رو کدوم هستش. خب بیایی صفحه، خب از اینجا بگید سوالی ندارین؟
سوالی نیست؟ دیگه از نه نماز آیا خانم دیگه سوالی نیست که روش خوندنش خیلی مهمه. خیلی خوب. درس بعدیش در مورد سخنی که سه بار تکرار شد اسم درسشه. خب سپیده به من بگه موضوع درسش چیه؟ درس پنجم موضوعش چیه؟ در مورد چی صحبت میکنه؟ سلام خانم، موضوع درسش اینه که در مورد همسایه، یعنی اینکه به همسایه همون خوبی کنیم و بهشون احترام بذاریم، با سر و صدا رفتار نکنیم، شاید اونو مثلا درس داشته باشن، امتحان داشته باشن. آفرین. شر همسایه منظورشه دیگه، همسایه داری. بله بله، یک کلمه همسایه داری. خب ممنونم عزیز دلم، متشکرم. خب این از متنش بود. حالا تو تمریناش یه قصه گفته که جای خالی رو پر کنید، یا اینکه حالا همسایه شلوغ میکنه من نمیتونم درس بخونم، توی اسکای فکر گفته، بعد توی گفتگو کنید صفحه 38 همون بالا حالا یه مریضی دارن و بچه ها شلوغ میکنن. رعایت کردن حال همسایه در همه حال رو تاکید کرده دیگه، ما باید حواسمون باشه که چیکار بکنیم، که حالا در واقع بخوام به سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخوام عمل بکنیم، درسته؟ به سخن ایشون هم عمل بکنیم، همسایه داری بکنیم، رعایت حال همسایه رو داشته باشیم. خب سوال؟ کتاب من فرق داره با شما؟ یه ذره چیز مهمی نیست. خب خدا شکر که چیز خب از این درس سوالی نیست. درس بعدی، درس آخری که خوندیم هرمی با دو گنبد اسمشه. موضوعش چیه؟ هرمی با دو گنبد. خب در مورد امام کاظم. آفری امام کاظم. بله امام کاظم که برای من قشنگتره دیگه، حسریتون شو برای کتاب من قشنگتره. خب خیلی که فکر نکنم فرق کنه، که فرق نمی کنه، متنش هیچ فرق نمی کنه، نگران نباشید. خب حالا اینا رو بکن دیگه. ویژگی بارزشون، ویژگی بارز امام موسی کاظم علیه السلام چی بودن؟ ویژگی بارز ایشون چه چیزی بود؟ آبی میتونی به من بگی؟ آفرین برنده خشم. بله بله، فرو برنده خشم دیگه از ویژگی بارز ایشون بود، که در واقع خشم خود رو فرو می‌بردن، که توی تدبر کنایه صفحه 43 گفته که نیکوکاران کسانی هستن که خشم خود رو فرو می‌برن و خطاهای دیگران رو می‌بخشن، از سوره آل عمران آیه 134 هم گفته، که در واقع گفته بین این آیه و داستان چه ارتباطی وجود داره، که خب دیگه کاملا مشخصه، گفته اون کسی که خشم خودش رو فرو ببره یعنی در واقع نیکوکار هستش که خطاهای دیگران هم میبخشه. بله به قول باران صبوری. خب سوال از این درس صفحه 45 هم که خب مهمه دیگه، بعد حتما نوشته باشی دیگه. نوشتیم. سوالی نداری؟ هر کس سوال داره فقط بگه به من. کسی سوالی نداره؟ جان؟
نه در مورد امتحان رو بذاری برای بعد. الان فقط درس. میخوام الان برم سراغ قرآن ها. الان فقط از هدیه ها اگر سوالی داریم بپرسیم. فقط درس هدیه ها. هیچ سوال دیگه نه. چی رو بگم؟ جانم. امام کاظم همین که به کنترل خشم معروف بود، همه امامان نگم خشم خود را کنترل کنند، اما چه فقط امام کاظم؟ ایشون به این معروف بودن دیگه، مثلا مثل امام سجاد که میگفتن مثلا سجده کننده، لقبشونه دیگه. این لقب خیلی مشخص و بارز بود، نه اینکه مثلا امامای دیگه خدایی نکرده خشم خودشون رو فرو نمودن. چرا؟ 100% همین جور بوده، همه امام هم صبور و مهربان بودن. اما ایشون خب لقبشون بوده، اسمشون هم کاظم بوده. کاظم یعنی هم فروبرنده خشم، هم معنی اسمشون، همین که دیگه این ویژگی خیلی مشخص بوده توی ایشون. توی هر امامی ما یه لقب خیلی بارز رو میبینیم. مثلا برای خود حضرت محمد صلی الله امین بودن و امانتدار بودنش رو خیلی به ما یاد دادن دیگه، درسته؟ یا مثلا همین امام کاظم علیه السلام در مورد اینکه خشم خودشون رو فرو می‌بردن خیلی بارز بودن. هر کدوم از پیامبر و امامامون یه لقب خیلی مشخصی دارن که از بقیه بارزتر و مشخصتر و بیشتره. مثلا امام کاظم علیه السلام، امام حسین، مثلا اگر خشم خودشون رو فرو ببرن، هیچ امام دیگه حضرت دیگه خشم خودشون رو فرو ببرن. دیگه الان توضیح دادم دیگه، گفتم همه امامام ویژگی‌های بارز رو دارن، ویژگی های مهربون بودن و صبور بودن رو داشتن همه پیامبرا، همه امامان. خب منتها هر کدوم از اینها هم خاطر اسمشون، هم حالا به خاطر اینکه واقعا اینجوری بوده. میگفتم ما از داستان ها و قرآن شنیدیم و داریم میشنویم دیگه، درسته؟ که مثلا امام کاظم، خود معنی کاظم یعنی همین دیگه، یعنی فروبرنده خشم. یا مثلا امام سجاد علیه السلام، امام چهارممون، میگفتن خیلی سجده های طولانی داشتن. اینا رو ما شنیدیم که اسمشون هم خب سجاد بوده، زن عابدی بوده. خب یا مثلا حضرت محمد که بهشون امین میگفتن، یعنی امانت دار، یعنی پاک دامن. یعنی دلیل نمیشه که مثلا امامای دیگه‌مون، یعنی دلیل نمیشه که مثلا امامای دیگه‌مون امین نبودن. نه اصلا اینجوری نیستش، بودن همشون، منتها این لقبشونه که ما به هر کدوم نسبت دادیم. جان سوالت رو نشنیدم عزیزم، چی گفتی؟ به هر حال اون مردمی که اون زمان با ایشون زندگی میکردن، رفتارهای ایشون رو میدیدن، میگفتن که خب مثلا امام کاظم دیر عصبانی میشه یا اصلا عصبانی نمیشن، درسته؟ آبین جان چیه سوال؟ آبی این سوال چیه؟ مال من همینجوریه؟ این سفر رو میگی؟ خب بذاری من این رو ببرم از اینجا، میخوام بعدی رو بیارم. جان چی؟ یه بار دیگه رها جا سوالت رو بگو. متوجه نمیشم. یه بار دیگه بگو. میگم چه قدرتی داشت همینی که الان جا به صحبت کردیم. بیشترین قدرتشون همین فروبرنده خشم بوده. نه پرسیدن که میخوام ببینم اول چجوری میخونی. خب میخوام ببینم چجوری میخونی. بعد هم که بهتون بگم. الان کتابتون رو بیاری. حالا که خوابتون رو بیاریم. زود بپرسیم، وقتمون داره میره ها.
امتحانتون احتمالا شفاهیه قرآنتون، ولی باز بهتون میگه اگه تغییری که فعلا همه یاد بگیری، فعلا همه یاد بگیری بیاری اینجا نمیتونم منونیم چرا کتابتون رو بیارم. خب اول درس اولش رو بیارین سریع سریع صفحه قرآن احتمالا چجوریه؟ گفتم احتمالا، خب گفتم احتمالا میگم بهتون شفاهیه، خب یا میگم رو خونی کنی، خب ازتون میپرسم، ولی هدیهاتون کتبیه. خب بیارین درس اولتون رو. معنی های حالا عبارات قرآنی یا معنی های حالا کلماتی که از قرآن هستن، خب اینها رو دیگه حتما حتما باید خودتون خوب بخونید. خب حتما حتما باید خوب بخونید. اما توی خوندن، خب توی خوندن شما باید نکات رو رعایت بکنی. همه میکروفوناتون رو خاموش کنین، همه میکروفوناتون رو خاموش کنین. خب تشکر. حروفی که گفته تشدید داره دوبار خونده میشه، حروف ناخوانا، اینها رو قطعا بلدید، ولی به کارش باید یاد بگیرید که خوب به کار بگیریم توی خوندن عبارات قرآنی. خب تنوین ها، حرف ساکن، حرکات، اینها رو باید توی خوندن دقت بکنید. مهمترین چیزها چی هست؟ یه زیر الف نگاه کنید، صفحه دو رو نگاه بکنید، ششمین مورد که قشنگ مشخصه دیگه، 4 5 6 نوشته، ششمین مورد رو نگاه کنی، یا زیر الف کوچک چجوری خونده میشه؟ الا، الی خونده نمیشه، الا خونده میشه، درسته؟ یا مثلا ترا، تولا، آ میگی، درسته؟ اینه میگی و نمیخونی، اون ای زیر آی کوچیک خونده نمیشه، درسته؟ خب الف بعد از واو آخر اینم خونده نمیشه، قالو، قالووا نمیگیم، آرو نمیخونیم. الف بعد از واو آخر خونده نمیشه، آمنو، اینجوری میخونیم، اون الف رو دیگه نمیخونیم. خب اینا رو حتما باید دقت بکنید. اتصالات رو چجوری باید، اینا با خوندن متوجه میشیم که چجوری باید با فلش بکشیم دیگه، اینا با خوندن متوجه میشیم. والفجر و الفجر نمیگیم، والفجر دیگه اون الف هم خونده نمیشه، الف هم خونده نمیشه. خب کسی سوال تا اینجا نداره؟ اینا خیلی مهمن ها، خیلی مهمن. نه الان تو خوندن، الان تو خوندن. سارا الان شما برای من بخون عبارت همون صفحه دو. سارا آخرین عبارت رو بخون، آخرین خط رو. یعنی هفت رو؟ بله هفت و آخری خطش رو بخون. از 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 ساکن مگه نداره؟ ساکن مگه نداره؟ چرا میگی از؟ درسته؟ بله الان ساکن داره. خب ادامه بده. تبر تبر لذین از تبر او من لذی تبر. خب ممنونم.
استبر الذين تبعو من الذين تبعو. اما صفحه چنده؟ صفحه دو رو داشت میخونم سارا. خانم هدیه قرآن ببخشید قرآن. بله دیگه قرآن خیلی وقت اومدی من رو قرآن. صفحه دو آخرین خط رو خون. خب صفحه دو آخرین خط رو خون. بله یه بار دیگه میخونم، به این فلاشاش دقت بکنی. استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا. فلاشا رو قشنگ یا بعد تنوین رو بخونم یا بعد تنوین رو یه بار دیگه میخونم. دقیقا کجا رو بارا مشکل داری؟ دقیقا کجا رو بخونم مشکل داری بارا؟ بگو به هم. بگو به هم. خب کجا مهربان؟ داره تایپ میکنه. سوال 6 قسمت آخر یا بعد تنوین. هدا یا هدا میخونیم اگه آخر عبارت باشه، یا هدن میخونیم. این یه خونده نمیشه، هدن یا هدا. خب هدی نمیخونیم، مسمی نمیخونیم، اون یه رو نباید بخونیم. تنوین، تنوین فتحه داره دیگه، ان داره. خب مسمن یا مسما، اگه آ داشت مسما میخونیم، اگه آ کوچیک داشت، اگه نداشت مسمن میخونیم. اون یه رو نمیخونیم. متوجه شدی باران جان عزیزم؟ خب ترجمه ترجمه و پیام قرآنی، پیام قرآنی رو خوب یاد بگیری. خب جانم رها، مشکل چیه؟ مشکل خیلی خوب. صفحه و سوال خاصی که الان من دارم دونه دونه جلو میرم، از درس یک بچه ها دارم سوال میپرسم عزیزم، ولی همون صفحات 4 و 5 شما بیار. وقف بعد، وقف حرکات، وقف بر حرکات. صفحه 5 اون بالا رو نگاه کنین، حرکات رو که کشیده روی خط. خب وقف رو که مشکل نداری، میدونین کجا باید وقف کنین دیگه، علامت وقف رو بلدین. وقف همون مکس کردنه. خب همون مکس کردن. وقتی عبارت قرآنی رو میخونیم، خب آخر آیه، مخصوصا تو قرآن آخر آیه رو دیگه با اون حرکت رو نمیخونیم. اگه ا داشت، ا داشت، او داشت، اونو دیگه نمیخونیم. الان من یه دونه بخونم، صفحه 5 اولیش رو میخونم. خوب گوش بدین، صفحه 5 اولیش رو میخونم، خوب گوش کنین. بسم الله الرحمن الرحیم و اقیم الصلاة و اوتوا الزکاة و ارکعوا مع الراکعین. راکعین نه دیگه نگفتم، وقف کردم. گوش کردین؟ و اقیم و اینجا هم الفشو بعد الف بعد واو نخوندم، خیلی از حروف ها رو اینجا نخوندم. یه بار دیگه میخونم، خوب گوش بدین. و اقیم و صلات و اوت و زکات و ارکع و مر راکعین. آخرشو وقف کردم، حرکتشو نخوندم، راکعینه نگفتم، حروف ناخوانارم رعایت کردم نخوندم، فلشا رو که باید میذاشتم اونجوری خوندم. و
و اقیم و سلات دیگه الف بعد واو نخوندم، الف و لام سلات هم نخوندم، یهو اینجوری با فلش تو ذهن خودم کشیدم اومدم روی سلات. سارینا سوال داری؟ سوالی نیست سارینا؟ من؟ بله، سوال میخواستی بپرسی؟ خانم این سوال این بود که فقط توی آیه ها باید وقفا یا و این چیزا فقط توی آیه ها آخر کردن ها گفته نمیشه دیگه، درسته؟ توی آیه ها منظورت منظور دقیقا چیه داری؟ مثلا توی کلمه های تکی اونا خونده میشن؟ کدوم ها مثلا؟ مثلا منظور تو کلمات تکی منظور چیه؟ وقف رو میگی یا مثلا مد رو میگی؟ چی رو میگی؟ کدوم نکته رو میگی؟ وقف و وقف و نه ممکنه توی کلمه ای هم باشه. البته توی کلمه های تکی معمولا خونده میشن. مثل چی حالا؟ مثلا الان مثلا صفحه چیش رو نگاه بکنین کار در کلاس، کلمه هایی که گفته معنیش رو علامت بزنین. اینا همه کلمه هم دیگه، عالمین مثلا اینجا عالمین هم نمیگیم، حتی آخریش رو نگاه کنیم پنجمی رو عالمین میگیم، عالمینه دیگه نمیگیم. اون حرکت رو چیکار میکنیم؟ وقفش میکنیم، حرکت رو وقفش میکنیم. کجا؟ او تو ببین نگاه کن بذار یه بار دیگه ببین بیارم برات بخونم همونی که خوندم رو داری میگی روزا؟ نه. خب و او تو ببین نگاه کن الف رو نمیخونی. خب و تو زکات یعنی همزرم حتی خیلی ریز میخونیمش. خب الفه رو که نمیخونیم، الفه رو که نمیخونیم، خب اصلا نمیشه بخونی، خونده نمیشه. یکی از نکات بود دیگه، درسته؟ یکی از نکات بود که این رو نخونیم. بله دیگه یه کسی سوال داری؟ هر چی سوال داری بگو. کجا دیگه؟ کجا مشکل داری؟ من آنی اول یه بر جلوتر میگی شما خونی همون خطی که خوندم رو داری میگی؟ بله. و اقیم و سلات و او تو زکات ورکه او مر را که این کجاشو مشکل داری؟ هر سوالی دارید بپرسین ها، ما که با هم پرسیم دیگه. جانم رو مشکل چیه؟ کجا رو مشکل کجا رو رفت؟ صفحه بگو صفحه چند رو داری میخونی رها؟ صفحه چنده؟ چند؟ 47؟ 47؟ خب بذار بیارم 47 رو. تا درس 5 خونی قرآن رو؟ چی؟ دختر قشنگم تا درس 5 قرآن رو خوندین درسته؟ بله. خب بله. 47 که جز درساتون نبوده که رها، 47 که جز درسای هفته تکنن. چلو هفته نخوندی که تا صفحه 34 شما خوندی دقیقا. کتاب من که دیگه فکر نکنم با شما فرق داشته باشه. من به مجرد میشد میابردم براتون.
نه. الان آخرین مطالبی که خوندین حروف مقطعه، حروف مقطعه نون، تاها، الف، لام، میم، را، اینا هم حواستون باشه حروف مقطعه. صفحه چندم؟ نو. خب صفحه نو. خب کدوم خط تو میگی؟ بله یوسف. بله بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، درسته؟ یسبح لله، اینجوری میخونیم. خب بین استراحت کنی زنگ تفریتون عزیزم. خانم من یه سوال دارم که تو قرآن بگو عزیزم. فاطمه نورس صفحه سی معنیش چیه؟ نرشته بد نرشته نور حروف مقطعه. خب حروف مقطعه دیگه، اینها بهش میگن حروف مقطعه. اینا رو اینجوری میخونیم، یعنی اول حرف، یعنی اینجا توضیح داده دیگه، نمیشه در آغاز 29 تا سوره قرآن حروفی اومده که به شکل اغلب کلمه نوشته شده، منتها با اسم الفباییشون میخونیم اینا رو، با اسم الفباییشون. نون تاها. بله اینو اولش با این شروع شده باشه شما نون میخونی، تاها میخونی. سانای جان بپرس شما سوالت رو عزیزم. واسه هدیه چی؟ امتحان داری؟ بله امتحان داری. خب سوال بدم بهتون؟ سوال ننوشین تو کتاباتون؟ قرآن هم امتحان داریم. بله ولی گفتم احتمالا شفایی باشه امتحان تو. خب بپرس سوال. کدوم که یعنی مثلا اینطوری که مثلا ایسار میگه ایسی که بالاش چیزی داره؟ بله بالاش آ داره. بله آی کوچولو داره که ما یه رو نمیخونیم. نکته مهمی که یاد گرفتیم بود مثل الا که بهتون گفتم. بله همون آی بعد از بعد آی بالای یه خونده نمیشه. بله خیلی خب برین یه استراحتی کنین چند دقیقه دیگه. بله من کلاس بیرون نمیرم، یه 5 دقیقه استراحت کنین. خدا حافظ عزیزم. خدا نگهدار. خدا نگهدار فعلا.